بیمه گروهی از اسمش پیداست، منظور اینه که میشه در قالب یه تعداد از افراد برای پوشش استفاده بشه. برای چه جاهایی مناسبه؟ مسلماً کارخونجات، شرکت‌ها، کارگاه‌های تولیدی که یک سری کارمند دارن. هدف همین بوده دیگه. هدف این بوده که کارفرما بتونه رضایت خاطری رو برای کارمنداش به وجود بیاره. یا به عبارتی افرادی که دور هم جمع میشن میخوان از مزایای استفاده کنن. آیا بیمه گروهی کاملا میتونه نیازهای ما رو در تمامی سنین و همه موارد پوشش بده؟ مسلما خیر. آیا بیمه گروهی خوبه؟ بله، چرا بد باشه؟ ولی آگاهانه دیگه، همین نکته‌ای رو که همیشه بهش اشاره میکنیم. آگاهانه یعنی چی؟ یعنی اگر ما یکم مطالعه کنیم آگاه میشیم. خب آره، ولی همونجوری که بارها صحبتش شد و من بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم شما هم اعتقاد دارید، اونم در کشوری مثل کانادا بهتره هر کاری به اکسپرتش مراجعه کنیم. مثلا در امور مالی و بیمه قراره میشه فاینانشال ادوایزری بریم و ازش پرسجو کنیم با توجه به سناریویی که داریم. بیمه گروهی قابلیت هایی داره، پوشش هایی داره، مسلما ریکوایرمنت هایی و پیش نیاز هایی داره. یکی از محاسنش اینه که افراد، یعنی در واقع امپلویها، کارفرماها به نوعی در این قضیه از یک سری منافع استفاده میکنن. مثلا کارفرما میتونه راید آف بکنه تکس. یعنی چی؟ اگر نمیتونه در بعضی موارد تو حالتهای عمومی افراد بیمه هایی که اختیار میکنن نمیتونن دیداکت بکنن، ولی در این قالب میشه در واقع پرمیومی که پرداخت میشه رو دیداکت بکنه. منتها مسلما براش تعریفی هم داره. مواردی که قابل پوشش هست و افراد میتونن روش حساب بکنن چی هست؟ خب عمدهش موارد مدیکاله. یعنی چی؟ یعنی دارو، دندون، اکستندد هلسکر معرف حضورتون هست. در واقع آن چیزهایی رو که پوشش دولتی ما نمیتونیم داشته باشیم، دارو دندون هم نیست. مثلا ماساژ تراپی، کایروپراکتر، ماساژ و طبیعی درمانی، حتی تراپیست ها رو میتونه شامل بشه. افراد در کارگاه ها، شرکت ها، کارخونه جا وقتی که صحبت از بیمه گروهی میشه، یکی از پیش نیازاش اینه که بایستی حداقل 3 تا امپلوی باشه. امپلوی که حداقل تایمی که در هفته میذاره کمتر از 20 ساعت نباشه. این نکته مهمه و در قالب یک کارفرما، یک شرکت باشه، در واقع تیم 4 داشته باشن. اینجوری نیستش که فقط 4 نفر دور هم جمع میشن میخوان از یک مزایای استفاده کنن. برای خودش تعاریفی هم داره. یعنی مسلما نمیشه روی بیمه گروهی به عنوان فاینانشال پلنینگ استفاده کرد. یک کارفرما سعی داره کارمنداش رو راضی نگه داره. البته آیا قطعا میتونیم ما انتظار داشته باشیم اجباریه، یعنی همه کارفرما باید این کارو بکنن؟ خیر. مسلما یک شرکت، یک کارخونه بنا به دلایلی میخواد این سرویس رو داشته باشه برای کارمنداش و مسلما برای خودش یه قوانینی هم میذاره، حتی درصد مشارکت. عموما نبایستی کمتر از 50% باشه. یعنی چی؟ یعنی کارفرما حداقل مشارکت رو 50% داره و مازادش رو میتونه دیگر کارمندها پرداخت کنن. گاهی هم ممکنه در این شرکت حتی دیده بشه که 100%ش رو کی میده؟ کارفرما میده. نکات دیگه‌ای هم درش هست، مثل لایف، مثل دیسابیلیتی. اما آیا این لایف اینشورنسی که در گروپ ها خیلی روش حساب میکنن واقعا فاینانشال پلنینگ فرد رو میتونه در بر داشته باشه؟ به اعتقاد من خیر. چرا؟ دلایل بسیار زیادی داره. یکی از نکات خیلی خیلی مهم اینه که اصلا بیمه گروهی سنی داره برای خودش. نکته دیگه اینه که چه تعهدی هست بر امپلویر، کارفرما و حتی بر امپلوی که این لویالتی و این علاقمندی کار برای همدیگه همیشه باشه. چون میدونید که صاحب بیمه گروهی کیه؟ کارفرماست، نه فردی که بیمه شده. این نکته مهمه. از طرف دیگه اگر دقت کرده باشید HR، در واقع Human Resource، یا به عبارتی اون شرکت هر سال یه قرارداد میذاره جلوی کارمند که امضا کن. چرا؟ چون بر طبق قانون هر ساله این تعویض میشه، این تکرار میشه، این رینیو میشه. امکان داره سال بعد نتونه از اون سرویس برخوردار باشه. پس توجه داشته باشیم بیمه گروهی ضمن مزایای خوبش برای خودش رستریکشنهایی داره و این رستریکشنها رو ما بایستی به خوبی بدونیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارید.